درود و سلام خدمت برادران، خواهران، دوستان عزیز. امروز من هستم در این استودیو با دوستان عزیز دیگه‌ای که واقعا دوستشون دارم. کلام خدا میگه چه خوش و دلپسند است بودن با ایمانداران در یک دلی، و امروز ما یک دل هستیم، چرا که نه فقط در مسیح عیسی خداوند برادر هستیم، بلکه در زندگی دوست هستیم. من شروع میکنم از دوست خوب و عزیز من عرفان. خوش اومدی کریس جان، خوش اومدی. ما تقریبا 25 سال پیش با هم دیگه می نواختیم در ایران، برای کنسرت ها امروز اینجا با هم دیگه هستیم. ریشت هم بد میاد خیلی. خدا رو شکر. دوست خوب من با عطای خاصی که از خداوند دارن که بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، تاده عزیز. تاده جان خوش اومدی. خیلی خوشحالم جیلپر جان، مرسی که امروز این اجازه رو دادی که باشیم با هم خدا رو خدمت بکنیم. آمین. اجازه که نیست، افتخار واقعا. اختیار دارین. تاده جان میتونی در مورد خودت خیلی کوتاه بگی کی هستی، از کجا هستی؟ بله، از ایران اومدم تقریبا 3 ساله. سالها کار موزیک انجام دادم، بیشتر برای خواننده ها ساختم، تنظیم کردم، و حدود 10 سالم است که در ایمان هستم و خدا رو با همسرم خدمت میکنیم. امروز 3 سالگی ازدواج ماست. مبارک باشه. مرسی. چقدر زیبا. تاده جان، من میدونم تو آهنگ میسازی و آهنگ‌های خوبی میسازی. واقعا من کیف میکنم. واقعا آهنگساز خوبی هستی. برای این سرود اولی که میخوایم اجرا بکنیم، میتونی توضیح بدی چطور نوشتی، کی نوشتی؟ بله، این سکشن سرودها تقریبا 6-7 سال پیش ساخته شدن در ایران برای کنسرت. بعد به طور خاص این آهنگ در رابطه با رنج عیسی مسیح روی صلیبه که من وقتی اینو می ساختم چشمانم رو بسته بودم، اون صحنه رو می دیدم، یه تصویری داشتم و خدا با من صحبت کرد و این سرود رو به من داد. امروز می خواهیم تقدیم بکنیم به عزیزان. بله بفرمایید. نام خدا بند ما بی همتاست، نام خدا بند ما خداوند عیسی است، رنج صلیب را کشید به من و تو نجات یابیم، آزاد شویم من و تو، رنج صلیب را رو کشید بهر من و تو، تا نجات یابیم، آزاد شویم من و تو، من و تو، فریاد شکر.
شکر. واقعا خدا رو شکر که عیسی مسیح خداوند جان خودش رو برای ما داد. واقعا ارزشی نداریم، بی ارزش، ولی الان به خاطر عیسی مسیح ارزش داریم، ارزش بسیار بالایی داریم. تا وقتی که بهای گرانی برای ما پرداخته شده. تازه جان شما گفتی چند وقته به عیسی مسیح ایمان آوردیم؟ حدود 10-12 سال. از کی شروع کردی آهنگسازی؟ برای مسیحیت یا برای مسیح؟ تقریبا فکر کنم 7 سال. چند تا سرود نوشتی؟ فکر کنم 9 تایی میشه. 9 تا 10 تا. بریم تو دومش با توضیحی که میخوای بگی براش. بله. ایمان دارم، همینطوری که تمام ایماندارا ایمان دارن، ما هم اینجا ایمان داریم. در رابطه با این آهنگ بگم که واقعا میخواستم ایمان قلبیم رو در این آهنگ نوشته باشم، در این سرود، و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرن عزیزان. ایمان دارم، به مسیح ایمان دارم، یک روز او می آید ایمان دارم، ایمان دارم، من ایمان دارم، بر ابر می آید ایمان دارم. شکوه و جلال خداوند به ما نیست، درخشنده تر از ستاره ها، شکوه و جلال خداوند به ما نیست، من نمیخواستم تمام بکنم. بسیار زیبا. تا سوالی که میخوام بپرسم اینه که شاید خیلی نگاه میکنن میگن تاده چرا ایمان داری؟ خب مثلا میتونستی به نمیدونم بودا ایمان داشته باشی، به هزار یک نفر دیگه ایمان داشته باشی، چرا عیسی مسیح؟ درسته برادر، سوال خیلی زیبایی پرسیدین. واقعا من فکر میکنم هر کسی از این آب می نوشه، عیسی مسیح رو هر وقت امتحان می کنی به عنوان خداوند
واقعا با قلبت صحبت میکنه خداوند و اسمت میشه ایماندار و عیسی مسیح میتونه زندگی تک تک ما رو تغییر بده، به ما برکت بده و و و چیزهای دیگه. و واقعا خدا رو شکر و من امروز خودم رو یک ایماندار میدونم، ایماندار به عیسی مسیح. آمین. کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. پس در واقع میخوای بگی هر کس بچشه میبینه که خداوند نیکوست. آمین. آمین. شکر. من میدونم شما میکروفون ندارید، ولی اگه با این میکروفون شما بگید شما چند ساله به عیسی مسیح ایمان آوردین و چرا ایمان آوردین؟ اشتباه کردین؟ ریشا تو بزن. من میشه 1986 تقریبا میشه 31 خودم من 31 سال پیش 31 سال پیش و واقعا خدا منو واقعا از تو این زن کوچیکی میبینه خدا منو انتخاب کرد برای کار خودش، نه که احتیاج داشت به من. خیلی آدم های دور و بر من بودن که با من بودن، با من کلیسا آمدن ولی دیگه الان نیستن و رفتن، ولی من واقعا از خداوند ممنونم که منو از منجلابی از زندگی منو به بیرون کشید و تونستم الان در خدمت خدا باشم. و یه آهنگ تو ارمنی میگه خداوند خداوند دوست دارم چون قبل از اینکه من اون رو دوست داشته باشم اون منو دوست داشت. واقعا کلام خدا خیلی واضح میگه او رو دوست داریم چون که او ما رو دوست داشت. در واقع پرستش ما فقط یک انعکاسه و هر چقدر ما بیشتر این محبت رو دریافت بکنیم انعکاسش بیشتر میشه، پرستشش بازتابش بیشتر میشه، تسلیم شدن ما بیشتر میشه. من واقعا خدا رو شکر میکنم به خاطر این دوستی که بین ما هست و این دوستی هم حتی به خاطر عیسی مسیح خداوند زیر سایه و از کت همگر رو میشناسیم. من باز هی شما رو نگاه میکنم یاد 30 سال پیش میفتم، دیگه پیر شدیم برادر. نه 25 سال. من یادم یه کنسرت برای کنسرت تمرین میکردیم با کریس و بچه های دیگه بودن و نصف شب نبود ولی 10-11 شب بود و توی کلیسای مرکز بودیم. یه دیدیم یکی در رو داره میکوبه و رفتیم در رو باز بکنیم، دیدیم دوتا مرد گردن کلوف یه خانمی رو گرفتن و این خانمه داره با صدای خیلی مردانه جیغ و داد میکنه و فوش میده و اینا. و این برادر رویر اونجا بود، ما ترسیدیم، همه نوجوان بودیم، 14-15 سالم بود، داد زدیم برادر رویر، میدونستیم دیو زده است. و برادر رویر اومد دعا کرد و من اونجا توجه کردم که وقتی اسم عیسی مسیح رو میآورد این دیو زده واقعا دیوونه میشد، واقعا دیوونه میشد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که این دیو زده افتاد پایین و بعد خودش بیدار شد، گرچه هنوز صورتش سیاه بود به خاطر اون میکاپایی که زده بود و گریه‌ای که کرده بود، ولی با این وجود در حتی صورتش آرامشی بود و گفت که من دیدم یک ماری بود در من و این مار بیرون رفت. و این هست خداوند ما عیسی مسیح که قدرت داره، برای این هست که او رو میپرستیم. برادر بریم برای سرود بعدی. بله، قبلش من یه توضیح خیلی کوتاه بدم برای عزیزانی که در منزل یا جای دیگه هستن که ما رو دارن نگاه میکنن. این سرود هست به نام فرصت بیش از این نیست. واقعا تو دلم بود که اگه مسیح رو امتحان نکردین و اگه خداوند رو نچشیدین، میتونین امروز قلب هاتون رو بدین به عیسی مسیح. و ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، شاید حتی از لحظه دیگه هم خبر نداریم، ولی میدونیم که عیسی مسیح اومد برای گناه من، برای گناه تو و فرصت بیش از این نیست. بخونیم این سرود رو با هم. فرصت بیش از این نیست، اندیشه مکن، میپذیرد تو را ای دوست، آغوشش باز است. فرصت بیش از این نیست، اندیشه مکن، سیرت تو را ای دوست، آغوشش باز است. اگه
خدا بنده ما عیسی. اگه تو دلشوره داری، اگه تو قلبت آشوبه، بیا با قلبتو بسپار به خدا بنده ما عیسی. در این بیابان ها میان طوفان ها منجی من یافت می شود فوراً در هر جا. در این بیابان ها میان طوفان ها منجی من یافت می شود فوراً در هر جا. اگه تو دلشوره داری، اگه تو قلبت آشوبه، بیا با قلبتو بسپار به خدا بند ما عیسی. اگه تو دلشوره داری، اگه تو قلبت آشوبه، بیا با قلبتو بسپار به خدا بند ما عیسی. بله ای خداوند، ای خداوند، شکر میکنیم ای خداوند، شکر میکنیم برای نام عظیمت عیسی مسیح، شکر میکنیم. عزیزان میخوام تشویق کنم، اگر نچشیدین این آب حیات رو، امروز فرصت هست که قلب هامون رو باز کنیم و مسیح رو دعوت بکنیم، چون واقعا فرصت بیش از این نیست. هاللویا. اگه تو دلشوره داری، اگه تو قلبت آشوبه، بیا و قلبتو به اسپار به خدا بنده ما عیسی. اگه تو دلشوره داری، اگه تو قلبت آشوبه، بیا و قلبتو به اسپار به خدا بنده ما عیسی. دارو شکر واقعا شکر. هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورده و قلبش رو سپرده پشیمون نشده. آمین. آمین. همینطور. زیباست، چون خدای ما زیباست. آمین. بودن با او زیباست. نتیجهش زیباست. آمین. آمین. در این چند یکی دو دقیقه آخری که داریم برای صحبت و بعد بریم با سرود آخر تمام بکنیم، من میخوام بپرسم تاد، چه چیزی به یک برادر یا خواهر میگی که داره نگاه میکنه و شاید در سختی هست؟ من میدونم شما هم از سختی ها گذشتیم، مثلا هر کس که از کشور خارج میشه از سختی ها میگذره، بعد اینجا میاد برای مدت های اولی خود، ولی چی میتونی بگی؟ بیشتر میتونم در رابطه با اطمینان به خداوند بگم که واقعا وقتی ما میگیم صخره نجات، وقتی ما میگیم که ما میتونیم به مسیح تکه بکنیم و بهش اطمینان بکنیم، میخوام امروز عزیزان رو دعوت بکنم به مسیح اطمینان بکنن و قلبشون رو بدن به مسیح. و اگر خواهر برادری عزیز ایماندار که هستن و شاید در سختی هستن امروز، میتونم این واژه رو استفاده کنم که اطمینان هست که ما رو تمام از این سختی ها عبور داد، و برای عزیزانم همینطور، اطمینان به عیسی مسیح خداوند.
آمین. چقدر زیبا گفتی. میدونی تا خیلی وقتا ما یه سری چیزایی رو میگیم ولی نمیدونم باور نمی‌کنیم خودمونم. میگیم خداوند بر تو توکل دارم، سرود میسازیم، سرود میخونیم در این مورد. وقتش که میرسه میبینیم که نه، توکل نداریم. به حساب بانکیمون توکل داریم. به اون چیزی که میبینیم توکل داریم و زندگی میکنیم با دید نه با ایمان. من واقعا خدا رو شکر میکنم برای افرادی که در مسیح مثل شماها رشد میکنن و میتونه نمونه ای باشه برای اطمینان برای خیلی دیگه. واقعا یک بار دیگه ممنونم که اومدی بردار عزیز. مرسی. خیلی ممنون که اومدین. شما آیا دلیلی خاصی داره که ریشای زیبا رو نگه داشتی یا همینجوری؟ فکر کنم دفعه پیش تو میگفت نه برام سورپرایز شد. برادر فکر کنم وقت نمی کنم به خاطر این. میخوام واقعا گرون شده به خاطر. منم میخوام تشکر بکنم از برادر عزیزم عرفان. خیلی ممنون که هستی، خدا شکر برای وجودت. از برادرم کریست عزیز که خیلی به منم کمک میکنه و و و از شما جیلبرت عزیز که میدونم خیلی طرفدار دارین و همه شما رو دوست دارن. خدا شکر برای کاری که دارین برای خداوند انجام میدین. جلال به نام مسیح. میتونیم سرود آخرم با هم بخونیم؟ بله. تو اینم هست باز، تو در رابطه با مسیح که دید ما فقط تو عیسی مسیح هست. آمین. من مبوده من تو زنده هستی ای